الو جانم. جناب مقامی میتونم صحبتی داشته باشم در یک دو سه دقیقه‌ای؟ بله، یه لحظه گوشی، یه لحظه گوشی حضورتون. الو آقای حمید خان. جانم. یک دو سه دقیقه‌ای در خدمت جناب سرهنگ خواهیم بود، بعد میام خدمت شما. گوشی نگه دارید شما. بله بله، گوشی نگه دارید. جناب سرهنگ بفرمایید. خواهش می‌کنم. اول درود خدمت جناب عالی و عرض و سلام به حمید جان و شنوندگان عزیز رادیو. مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در پیروی صحبت‌ها و فرمایشات همکار عزیزمون جناب دادرس. بله بله. چون همونطور که اون خانم اشاره فرمودن، یک مقداری مسائلی در حاشیه و تاریکی مونده بود که ایجاد شک و شبهه میکرد، نه تنها برای اون خانم عزیز شنونده محترم رادیو، بلکه شاید برای من نظامی و سایر شنوندگان باشه که اگر شکافته بشه خیلی بهتره. عرض کنم گزارشگران ما مختلفی هست و تحلیلگران مختلفی ما داریم در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل اقتصادی، در عرصه مسائل نظامی. آقای دادرس بسیار بسیار یک نظامی امنیتی ورزیده و یک نظامی امنیتی اطلاعاتی بسیار خوبه. اگر ایشون اتفاقی در نیفتاد و سال 57، یکی از کسانی رو من تشخیص میدم و تشخیص دادم که میتونست به رده های اطلاعاتی بالا خیلی برسه، اصلا در ردیفه تیمسار پارسوان یا حتی خود مقدمه. ما ایشون رو دست کم نگیریم، چون ایشون دسترسی به یک منابع اطلاعاتی بسیار خوبی داره. ایشون حیف که رادیو تصویری نیست، اگر رادیو تصویری بود اون مطالبی رو که ایشون تشریح میکرد احتیاج به یک کره اصلا جغرافیایی مدور داشت که محورهای نفوذی داعش رو نشون میداد که از نظر استراتژی و نظامی چقدر کسانی که در اون داعش هستن حرفه‌ای عمل میکنن. خب این صحبتهایی که من میکنم نباید دلیل بدید بر این باشه که من طرفدار داعشم. هرودوت مورخ یونانی از ارتش خشایارشا و داریوش نام برد که اینا دلاورانه در دریاها مبارزه کردن و بسیار بسیار هم خوب جنگیدن. خب نباید یونانی ها از هرودوت اصلا رنجیده بشن که نه، تاریخ رو باید درست بیان کرد. شاهزاده رضا پهلوی در یک اجتماعی که بود و من به گوش خودم شنیدم گفت حقیقت رو بیاییم بگید، دروغ نگید، وارنه جربه ندید. اگر حقیقت گفته بشه بیاید بگید من شده طرفدار در داخل دارم ندارم، یا دارم کمن یا انگوشان یا از کنم روشن فکرها من قبول ندارم، بگید من عبایی ندارم. ولی اگر بیاین به من دروغ بگید، همون دروغایی که به پدرم گفتید و اون فاجعه رو به وجود آوردید، ما کار به جایی نمیرسیم. جناب دادرس از کنم حضورم و شما، اگر مسئله ای رو طوری تشریح میکنن که این به دم من شرمند خوشایند نیست، باید برم فکر بگردم ریشیابی کنم. خب یکی دو مورد از مسائل که ایشون مطرح کردن بقیده من نادرست بود، ضمن این که از ایشون قدردانی میکنم. ایشون فرمودن که شاه گفت اگر من به فرماندهان بگم حافه ما رو بیارم بیرون، اونا به حرف من گوش نمیدن. جناب عالی هم با درایت از ایشون مخرجش خواستید. اینا
ببینید جناب دادرس عزیز، اصلا چنین چیزی نیست. اگر چنین چیزی بود 700 تا از عزیزان و همکاران شما در طرح نوشه جون خودشون رو به خطر نمینداختن. رده هایی از ارتش بودن که وفادار به شاه بودن، حتی در انتخاب زنده‌یاد چاپور بختیار سر مخالفت داشتن، ولی چون دیدم به مصلحت مملکت هستش از مخالفت دست برداشتن و جان خودشون رو فدا کردن که دو مرتبه اون آبرو به جوی برگردونن. نمیشه همچین صحبتی از دهان رهبر یک مملکتی که اول از سان در مصر رو انتخاب بکنه به خاطر نزدیکی ایران، که شاید این افتراری که بهشون وفادار بودن بتونن 28 مرداد دیگر رو به وجود بیارن. این یکی. دوم، از اون اشاره میفرمایید که در کتاب خاطرات پاسخ به تاریخ شاه گفت که افتران گفتن که امریکا مثل موش چار رو گرفت این داخت بیرون. عزیز من، اصلا در کتاب پاسخ به تاریخ چنین چیزی شاه نگفته. کتاب هایی که در خارج از قول رده های بالای رژیم سابق چاپ شده به قلم اینها، تمام این کتاب ها در داخل ایران سانسور شده و رژیم اونها رو بازسازی کرده و مطالبی در اونها گنجونده. اگر شما کتاب خاطرات دکتر نهاوندی یا امیر اصلان افشار یا دیگران رو که در داخل ایران چاپ شده و در خارج چاپ شده مطالعه بکنید، میبینید که چقدر اینا با هم فرق دارد. اون مطلبی رو که شما اشاره فرمودید این نبوده، بلکه این رو تیمسار آریابرزن معاونت جانشین فرمانده نیروی هوایی لجید که دوائل انقلاب با آخوندا سازش داشت، کتابی بر علیه تیمسار ربیع فرمانده نیروی هوایی در داخل امریکا نوشته و این مطلب رو از قول تیمسار ربیع گفته. فرزندان تیمسار ربیع هم کتابی رو چاپ کردن به نام تیمسار شما چرا، و اشاره کردن که ما نوار صحبت‌های پدرمون در دادگاه انقلاب رو داریم. کجا پدر ما گفت شاه رو مثل موش گرفتن امریکایی انداختن دور؟ چرا تیمسار آریابرزی؟ حالا تیمسار آریابرزی کی بوده؟ زمانی که تیمسار ربیع اینا سلطان بودن و در لکلند تکزاس سن آنتونیو دانشجوی پروازی بودن، ترینینگ میدیدن و آموزش نظامی جنگی رو میدیدن، در ایران اتفاقی میفته، زنده‌یاد مصدق به حکومت میرسه، آقای آریابرزین تلگرافی درست میکنه و تعدادی از این افسرانی که در دکتن در امریکا بودن درخواست میکنه که زیر این تلگراف امضا کنه تبریک به مصدق بدیم. در اون زمان آقای ربیعی که ستوان یکم خلبان بودن امضا نمیکنن اینو. همین مسئله باعث میشه که یک کدورتی بین اینا، خصوصا این که در انتخاب برای فرمانده نیروی هوایی تیمسار آریابرزین یک مقدار به ایشون حق تقدم بیشتر داشته. این اتفاق نفاق ها و این شکاف ها باعث میشه که یه مطالبی در این کتاب ها نوشته میشه و ذهنه شنونده رادیو یا خواننده کتاب رو به مسیرش رو منحرف میکنه به جای دیگه. من عرض پوزش و معذرت میخوام، فقط میخواستم این رو برای روشن شدن قضایا عرض کنم. اگر جناب دادرس نسبت به اظهارات بنده اشکالی میبینن، خواهشونم در برنامه بعدیشون توضیح بدن، چون من مدارک کافی برای این کار جمع‌آوری کردم. خدا نگهدار. چون جناب خواهر مقامی عزیز
روز خوبی داشته باشید. تشکر میکنم قربان شما. خب